به نام خداوند بخشنده مهربان، با درود فراوان بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز در سراسر جهان. ایها الناس، جهان جای تناسایی نیست، مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. خفتگان را چه خبر زمزمه مرغ سحر؟ حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. داروی تربیت از پیر طریقت به ستان، کادمی را بتر از علت نادانی نیست. این از بهترین مواعظ شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی. ایها الناس، جهان جای تناسایی نیست. این جهانی رو که ما داریم جهانی است حساب شده، مرتب شده. ان ربک لفی حسبان، خداوند همش از تمام کارهای طبیعت و جهان حساب میبره و حساب میکنه و حساب داره. مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. کوشش باید کرد، زحمت باید کشید، مطالعه باید کرد، پیر باید داشت، استاد باید داشت، دوست باید داشت تا در این جهان خوشنام باشید. این بستگی به خواسته خود انسانه. بی پیر مرو تو در خرابات، هر چند سکندر جهانی. باید استاد داشته باشید، باید پیر داشته باشید، باید رفیق داشته باشید. حضرت امیر می‌فرماید کسی که رفیق ندارد فقیر است، و اون کس که دارد و نگهداری نمی کند فقیرتر است. باید دوستان خودتون را نگه دارید، پذیرایی کنید، خوب باشید باشو. هرگز هرگز در زندگیتون دروغ نگید. از امام پرسیدن که پیروان شیعه، مسلمان ها، با ایمان ها ممکنه گاهی یک خطایی بکنن؟ حضرت فرمود ممکنه. ممکنه دزدی کنن، ممکنه، ممکنه کار بدی را انجام بدن، کسی را اذیت کنن، ممکنه. همه اینا را بعد پرسید ممکنه دروغ بگن؟ گفت نه، دوستان خدا دروغ نمیگوین. در آمده است که ان الکاذب عدو الله، دروغگو دشمن خداست. سعی کنید در زندگانی دروغ نگید، غیبت نکنید. غیبت کردن مانند خوردن گوشت برادرت است. در قرآن کریم می‌فرماید ایحب ان یاکل لحم اخیه میتا، کسی که غیبت میکنه گوشت برادر خودش را، که گوشت مرده برادر خودش را خورده. از کسی غیبت نکنید. 95% از ثوابهای ما به وسیله زبان، و 95% هم از گناهان ما به وسیله زبان. زبان بریده به کنجی نشسته سمون بکم، بس کسی که نباشد زبانشن در حکم. زبانت باید در تحت مراقبت باشه. یک کلمه اونچی که موافق عقل و خرد و دانش و انصاف نیست انجام نباید بدی. از امام زین العابدین پرسید که یک مرد مؤمن کیست؟ مسلمان کیست؟ در یک کلمه اگه ممکنه برای من توصیف بفرمایید. حضرت فرمودند انصاف داشته باش. گفت همین؟ گفت همین. مرد با ایمان باید انصاف داشته باشه، باید مواظب باشه کار بی انصافی نکنه. این عرفانیست که ما میل داریم شما شنوندگان عزیز در این یک چند دقیقه که در حضورتون هستیم توجه کنید. توجه کنید چی میشنوید، توجه کنید چی میل میکنید، توجه کنید چه حرکتی را انجام میدید. اینا را همه را باید ما متوجه باشیم. این رسانه هایی را که امروز برای ما مهیا شده، اینا را باید ببینید اون گرداننده اش چه کسی است، بودجه اش کجا تأمین میشه، کی پشت اون را داره که بیاد بد و بیراه به روحانیت و به اسلام و به ادیان و اینها بگه. این از کجا اون انرژیش و پولش و رسانش میرسه؟ اینه باید شما توجه داشته باشید. گوشتو شما یگانه راهیست که اطلاعات را
به عقل شما میده. توجه داشته باشید که خبر بد را به عقلتون ندید. دورور دستگاه قوه عاقله و عقل و اون مغز هر انسان دورش میلیون ها سلول هاییست که امیون سیستم را تهیه میکنه، امیون سیستم را به بدن میده، نظارت میکنه از بدن. وقتی یه خبر بدی رو که به مغزتون میدید، فوراً در کمتر از یک لحظه میلیون ها سلول امیون سیستم به تمام بدنتون میده. مواظب باشید خبر بد به مغزتون ندید. المؤمنون عن اللغو معرضون. مرد با ایمان اون کسی است که از کار بیهوده دوری میکنه. حضرت عیسی رو دیدن از بالای کوه داره فرار میکنه، پرسیدن حواریین کجا میری آقا؟ گفت یک مرد احمق اون پایین کوه، من دارم فرار میکنم ازش. گفتن شما مرده رو زنده میکنی، خب برو اونو شفا بده. حضرت فرمود نه، اون غضب خدا بر اوست، اون قابل شفا نی. نکنه شما یک دوستی رو داشته باشید که غضب خدا بر اوست و شما خیالتون میرسه میتونی اصلاحش کنی؟ عیسی نتونست، فرار کرد. فرار کنید از کسی که نفعی از برای شما در اسمش و رفتارش و کردارش نداره، ازش دوری کنید. روی اگر چند پری چهره و زیبا باشد، سعدی میفرماید روی اگر چند پری چهره و زیبا باشد، نتوان دید در آینه که نورانی نیست. آینه خودتون نورانی کنید، از گرد و غبار حسد و کینه و بغض و غیبت و دروغ و اینا پاک بکنید اونه، تا این که بتوانید جمال الهی رو در آینه تون ببینید. شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. کسانی که روشن دل هستن اصلا شب تاریک ندارن. از حضرت امیر پرسیدن شما اینقدر عبادت خدا رو میکنی، خدا رو دیدی؟ حضرت فرمود کور باد اون چشمی که بگه من خدا رو ندیدم. خدا با در همه جا نیست، مجو جای به جز در دل پیران و عرفا، در دل اونها خدا رو میبینی. پنجه دیو به بازوی ریاضت بشکن، کین به سرپنجه ظاهر جسمانی نیست. با سرپنجه ظاهر جسمانی نمیتونی اون پنجه دیو را بشکنی، باید با ریاضت، یعنی با کوشش، یعنی با پشتکار پنجه دیو را بشکن. کین به سرپنجگی ظاهر جسمانی نیست، طاعتون نیست که بر خاک نهی پیشانی. پیشونیتون هیچ وقت سیاه نشه از این رو که روی مهر گذاشتید. طاعتون نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. صداقت درت بشه، اون باید مظهر تو رو نشون بده، نه اینی که پیشانی سیاه باشه. حذر از پیروی نفس، که در راه خدا مردم افکنتر از این غول بیابانی نیست. نفست را کنترل بکن. من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که نفس خودش تونست کنترل کنه میتونه خدای خودش را بشناسه. شما نفست باید کنترل کنی، هیچ وقت عصبانی نشی، هیچ وقت غضب نکنی. در قرآن کریم فقط در یک جا آمده در مدح حضرت رسول میفرماید انک لعلا خلق عظیم. ای پیغمبر تو دارای خلق عظیمی. از امام پرسیدن که منظور از خلق عظیم چیست؟ پیغمبر اکرم شجاع بود، سخاوت داشت، عفو میکرد، همه این خوبی ها رو حضرت داشت. این خلق عظیمی که خدا از او تعریف میکنه چیست؟ حضرت فرمود کان یحسن الی من اساءه. احسان میکرد به کسی که بهش بدی کرده. به 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 به، چند درصد این اخلاق را ما داریم که خودمون مسلمان میشناسیم؟ احسان میکنیم به کسی که به ما بدی کرده؟ کان یحسن الی من اساءه. یک زن
مخالف پیغمبر در مکه، وقتی پیغمبر از اون کوچه رد میشد، این مخالف بود به اینی که پیغمبر خداشناسی و مبارزه با بت پرستی و با رشوه و با این چیزها مخالف بود. این ناراحت بود و هر وقت که صدای پیغمبر و دوستانش میدید از کوچه رد میشن، از بالای پنجره یه پشقاب خاکستر رو سر پیغمبر میریخت. حضرت دست ما مبارکشون رو پاک میکردن، رد میشدن. یه روز رفتن دیدن که دیگه این خاک نمیریزه، پرسیدن چی شده، گفتن مریضه. حضرت هدیه برداشت رفت در خونه، گفت شنیدم شما کسالت داری، اومدم احوالتو بپرسم. پیرزن گفت خاک بر سر من که من یک همچین شخصیتی رو ناراحت میکردم. احسان میکنه به کسی که خاکستر رو سرش میریزه. ما این صفات پیغمبری رو ما باید خودمون در خودمون پیروی کنیم و با عمل کنیم. این دینه. تو در عقیده و ایمان هر آن چه خواهی باش، ولی مده به دل عاشقان خیش خراش. بنازم اون سخن پیر صوفی مقبل که فرمود گناه کردن پنهان به از عبادت فاش. اگر که نقش و نگار جهان دلت بره بود، ربود خاطر صاحب نظر رخ نقاش. یک تابلو پیکاسو 5 میلیون دلار میارزه، شما نگاهش هم بکنی خوشت نمیاد از اون تابلو، اما نقاشش پیکاسوه. این عظمت جهانی رو که ما داریم نقاشش پروردگاره. ربود خاطر صاحب نظر رخ نقاش. حذر از پیروی نفس که در راه خدای مردم افکنتر از این قول بیابانی نیست. عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهند. مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست. یک کسی که معرفت داشته باشه و پروردگار را هم احساس کنه، بدینه، باش باشه. انه اقرب الیک من حبل الورید. پیغمبر از اون شاهرگ گردن، پیغمبر میفرماید که خدا از اون شاهرگی که در گردن تو هست نزدیکتر توست. حالا شما میاید میگید دین به درد نمیخوره؟ سرطان جامعه دین؟ دین یعنی روش زندگی. باید درست کار باشی، رانندگی میکنی، درست رانندگی کنی، لباس میپوشی، درست لباس میپوشی، صحبت میکنی، مؤدب باشی، با تبسم باشی. المؤمنو بشره فی وجهه. مؤمن بشارتش، خوبیش در صورتشه. اصلا وقتی نگاه میکنی ازش تبسم و محبت و سلام. هیچ کس در زمان پیغمبر اکرم نمیتونست پیشجویی کنه که به پیغمبر اول او سلام کنه. اول پیغمبر به او سلام میکرد، حتی به بچه ها اول پیغمبر سلام میکرد. یه همچین تواضعی، یه همچین حالاتی رو ما در وجودمون باید داشته باشیم. خانه پرگندم و یک جو نفرستاده به گور، برگ مرگت غم چو غم برگ زمستانی نیست. ببری مال مسلمان، ببرن مالت را، بنگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. ای داد بیداد، کجای کاریم ما؟ این اسلام ماست، این دین ماست، این روش زندگی است که پیامبران همه، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت داوود، حضرت یحیی، حضرت زکریا، همه پیامبران گذشته و پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه به ما یاد داده که این روش زندگی باید باشه. آن کس از دزد بترسد که متاعی دارد. عارفان جمع بکردند و پریشانی نیست. عارف همه چی داره، معرفت داره، اما پریشان نیست. یه کسی رفته بود لب دریا با دوستش، شب میخواستن اونجا بخوابن، شب خوابش نمیبرد. دوستش پرسید چرا خوابت نمیبره؟ گفت من 5 لیره دارم، میترسم دزد بیاد این 5 لیره منو بدزده. گفت بده من. گرفت انداخت تو دریا، گفت حالا بگی بخواب. ثروت و پول باید سبب بیخوابی تو نشه. عارفان جمع بکردند و ولی ترس نداشتن از اینه که اینو جمع کردن، چون مال خودشون نبود. شما هیچ توجه کردید اگر 1 میلیون دلار به شما یک کسی بخواد پول بده، یک کاغذ یه شماره توش می‌نویسه، شما می‌بری می‌ذاری تو بانک، اصلا بانک اصلا رنگ پولم نمی‌بینی. حالا قدیم لیره بود، رنگ داشت، صدا داشت، وزن داشت، شماره داشت.
حالا یه چیزی رو می‌نویسن روی کاغذ می‌بری می‌ذاری توی بانک. فکر کن 10 میلیون رفته گوشی تو بانک، بعد چی؟ کجای کاریم ما؟ توجه به این زندگیمون داشته باشی. هر روشی که می‌خواید داشته باشید، روش با انصاف باید باشه، با عدالت باید باشه. توجه کنید از کسی در زندگیتون بدگویی نکنید، غیبت نکنید. یه مرتبه گفتم خیلی آسون آدم عیب این اون پیدا بکنه و هی به رخ این اون بکشه. نه، هنر به اینه که گل فروش باشی نه آشغال فروش. آشغال جمع کن در زندگی نباش، بگرد عقب گل و عطر و زیبایی، اینها رو جمع بکن و به مردم هدیه بده. یک نصیحت سر صدق جهانی ارزد. یک نصیحت اگر با صداقت گفته بشه، یک نصیحت ز سر صدق جهانی ارزد، یک دنیا ارزش داره. مشنور در سخنم فایده جانی نیست. اگر در سخن من یک فایده روحانی نیست، اصلا نشنو. گوشتونه ببندید از این رسانه هایی که مخالف عقاید جد و آباد شما، مخالف عقاید فکری شماست، اونا رو نشنوید. نمیشه بگی که من حالا یه لیوان زهر میخورم ببینم چه اثری داره. اون اثرش میکنه. این حرفایی که میزنن و مخالف با عقاید و ایمان و روش زندگی خودت و پدر مادرت و خانوادت نیست، اون اصلا نشنو. حاصل عمر طرف کرده و ایام بلغ گذرانیده، به جز حیف و پشیمانی نیست. سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار براید به سخندانی نیست. ما عمل میخواییم. در هر جا که خدا میفرماید الذین آمنوا، فورا بعدش میگه و عملوا صالحات، کسانی که ایمان دارن و عمل صالح هم کردن، اونها روز قیامت و آخر زندگیشون در بهشت زندگی میکنن. یعنی چه در بهشت زندگی کردن؟ یعنی این دنیای شما باید بهشتی باشه، رفتارتون باید بهشتی باشه، نامتون باید بهشتی باشه. در یه مجلسی که صحبت از شما میاد، همه با احترام از نام شما نام ببرن و یاد کنن. نلسون مندلا با احترام این بزرگان سیاسی که رفتار خوب انجام دادن، اینها با احترام زندگی میکنن. ائمه اطهار، اساتید، عرفا، اینها با چرا؟ چون در زندگیشون به کسی آزار نرسوندن، در زندگیشون حسد نداشتن، در زندگیشون غیبت نمیکردن، در زندگیشون دزدی نمیکردن و دروغ نمیگفتن. در هیچ یک از گناهانی رو که در شرایع هست، خدا ازش ناراحت نمیشه مگر به دروغگو، که میگه دروغگو دشمن خداست. سعی کنید حرفی رو که میزنید با صداقت باشه و با ایمان باشه، تا مثل اون بومبرینگ چیزی که پرت میکنن گرده میندازه از زنور، میچرخه دوباره میاد طرف شما، به دست شما. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. سعی کنید نیکی کنید که نیکی برگرده به شما. سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار براید به سخندانی نیست. گرگدائی کنی از درگاه او کن، از درگاه خدا طلب حاجتت بکن، در خونه کسی نرو. گرگدائی کنی از درگاه او کن، باری که گدایان درش را سر سلطانی نیست. سر پادشاهی، از سر پادشاهی ارزششون بیشتر اون گداهانی که در خدا هستن. یارب از نیست به هست آمده صنع تو ایم، وان چه هست از نظر علم تو پنهانی نیست. شما ما رو خلق کردی، تو ما رو خلق کردی، هیچی از تو پنهان نی. شما نگاه کنید یه بانگ کوچیکی که در اینجاها میرید، 6 تا دوربین داره این طرف و اون طرف، میپاد اعمال مردمه. خدا تو این جهانی که خودش میفرماید ان ربک لبل مرصاد، خدا در کمینگاه مواظب همه کار ما هست و ما توجه نداریم و خیالمون نیست کسی نمیبینه یه کاری رو انجام میدیم.
گر برانی و گرم بنده مخلص خانی، روی نومیدیم از حضرت سلطانی نیست، ناامید از در لطف تو کجا شاید رفت، تو ببخشای که درگاه تو را ثانی نیست. درگاه خدا را ثانی نداره، دومی نداره، از کرم و جود و بخشش و محبت و لطف و صفا در خونه خداست. برو در خونه خدا، هر چی میخواهی از خدا بخوا. ادعونی استجب لکم، از من بخواهید من اجابت میکنم خواسته شما را. وقتی که شما یه چیزی رو میخواهی باید اقدام برای انجام اون هم خودت بکنی. نمیشه بگی من میخوام برم به شهر دیگه اما اتومبیل سوار نشی و راهی رو نپیمایی. باید بنشینی توی اتومبیل، توی هواپیما حرکت کنی، وسایلش هم باید داشته باشی، راه رو هم باید داشته باشی، استاد هم باید داشته باشی تا به مقصدت برسی و اون خواستت عمل بشه. هر روز که صبح پا میشید 10 دقیقه 15 دقیقه تفکر کنید، بنشینید راحت، نفس عمیق بکشید، بپرسید کی هستید، چی هستید، چی کار میخواید بکنید اون روز، چجوری دل مردم شاد کنید، چجوری حاجت مردم روا کنید، چجوری کرم و سخاوت داشته باشید. اینا رو همون صبح زود 10 دقیقه این نماز خوندنی رو که میگن که صبح باید نماز بخونید، این مدیتیشن کردنه، این دعا کردنه، شکر میکنه خدا را، الحمدلله رب العالمین، شکر میکنی خدا را، اهدنا الصراط المستقیم، راه مستقیم ما را هدایت کن. این هی باید بگی تا مغزت بشنوه و عمل بکنی. انشاءالله در آینده صحبت های بیشتری درباره این که ما از مغز خودمون چه استفاده کردیم، اینا رو من بیان میکنم در آینده، که ما قدر زندگی خودمون رو بدانیم. بشناس قدر خیش که کبریت احمری. ما قدر خودمون رو نشناختیم، قدر زندگی خودمون نشناختیم، که این شکل ترس داریم از همه چیزا. از شیطان پرسیدن آخرین حربه ایره که مردم بیچاره میکنه چیه؟ گفت ناامید کردن. ناامید در زندگی نباشید، این دست خود شماست، این دست خود شماست. و انشاءالله در صحبتهای دیگه راجع به این که چند تا اولاد باید داشته باشید، چگونه اونا رو باید تربیت بکنید، چه غذاهایی رو باید نوش جان کنید، اینا رو برای شما شرح میدیم. و هر وقت هم احتیاجی دارید، کاری دارید، دوست داشته باشید، برید از دوستانتون چیزهایی رو که میخواهید بخواهید راهنماییتون کنن. نه این که بگید حالا به ما پول بده، بگو پول چجوری در بیارم. بپرس از دوستت که چگونه اطلاعاتی رو داره از برای این که شما اگه ثروت میخواهی، اگر خوشنامی میخواهی، اگه سلامتی میخواهی، اینا رو که میخواهی باید از دوستانت بپرسی و کلاس ببینی. و دیویدی این ایام خیلی سهل شده، با یک دونه دیویدی 1 ساعت مثل این که 10 تا کتاب خوندی اون را تماشا میکنی در تلویزیون. یه دیویدی راجع به بهداشت، به طبیعت، به علم، به دانش، اینا رو تحصیل بکنید و استفاده کنید که در زندگی موفق در زندگی باشید، نام نیک از خودتون باقی بگذارید. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. در جریده عالم دوام شما ثبت بشه به کار نیک و عشق. محبت از درخت آموز ای جان برادر، که سایه از سر هیزم شکن هم بر نمی دارد. سایه تون از سر مردم بر ندارید. تو خیام که راه میرید مؤدبانه راه برید، با لباس صحیح، با سیمای شاد، اینجور حرکت بکنید، اینجور رفتار بکنید که نام نیکی. از بهترین این دور جهان گردیدم، مهر بتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما ای ایران تو چیز دیگری. ما ایرانی هستیم، قدر ایرانی بودنمون، فرهنگمون، دانشی رو که داشتیم، علمی رو که داشتیم، اساتیدی رو که داشتیم، فخر رازی داشتیم، زکریا داشتیم، ابن سینا داشتیم، فردوسی داشتیم، سعدی و حافظ داشتیم و حالا هم داریم یک همچین شخصیتی، یک همچین شعرایی، یک همچین خواننده هایی. اینها رو در نظرمون باشه و قدر بدونیم و طلب مغفرت برای اون بزرگان بکنیم و از راهی رو که رفتن ما هم پیروی بکنیم. انشاءالله خدا به ما توفیق عطا بفرماید که در زندگی موفق باشیم و اشتباه نکنیم. سعی بکنید که از اشتباه دوری کنید و کار بد انجام ندید.
هرچی کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، هرچی کنی به خود کنی. این همیشه روزی 10 بار بگید و به بچه های خودتون، به فرزندان خودتون تربیت کنید. اوناره فرزند تربیت میخواد، بودجه میخوادش. میدونید که فرزندتون که بزرگ شد باید دانشگاه بره، 60,000 دلار باید برای دانشگاه بده سال اول؟ توجه داشته باشید به زندگیتون اینجور.